سلام در طول هفته افراد زیادی برای من ویدیوهای زیاد کوتاهی میفرستند و از من میخوان که اونها رو راستی آزمایی کنم و بگم که آیا چیزی که توی ویدیو ادعا شده یا در کنار ویدیو ادعا شده از نظر علمی درسته یا نه معمولا اینها رو به اون کسایی که برای من میفرستادن فقط جواب میدادم ولی چون تعدادشون زیاد شده تصمیم گرفتم که هر از چنگاهی اونها رو جمع کنم و توی ویدیوی کامل اونها رو بررسی کنم یا به اصطلاح راستی آزمایی کنم بعضی از این ویدیوها قدیمی هستن و از وایرال شدنشون خیلی میگذره بعضیاشون قدیمی هستن ولی به تازگی وایرال شدن و بعضی هم کلا ویدیوهای جدیدی هستن خب با هم بریم سراغ اولین ویدیوی راستی آزمایی ویدیوهای وایرال شده برای اولین ویدیو بریم سراغ این ویدیو از یک بود که ظاهرا به سیستم فوکوس دوربین عکس العمل نشون میده و وقتی که اون شخصی که داره از انکبوت عکس میگیره حالا عکس هم نمیگیره فقط دوربین رو تو حالت روشن رو به اون انکبوت گرفته و روش میزنه که در واقع عمل فوکوس کردن رو داره انجام میده اون انکبوت حس میکنه این عمل رو و عکس العمل نشون میده من توی کامنت‌های زیر این ویدیو دیدم که خیلی گفتن که این ویدیو فیک بوده و از قبل ضبط شده اینها ولی این کاملا میتونه درست باشه چون سیستم اتوفوکوس اکثر موبایل‌ها به این صورت کار میکنه که یعنی یه بخشش اینجوری کار میکنه که یک سری امواج معمولا مادون قرمز ارسال میکنه که اینها به اون سوژه مورد نظر بخوره برگرده از روی زمان رفت و برگشت فاصله تا اون سوژه رو پیدا کنه و بعد روی اون فاصله فوکوس کنه این انکبوت ظاهرا به این مقدار امواج مادون قرمزی که با چش دیده نمیشه حساسه و برخورد این امواج بهش باعث واکنشش میشه بعد از این ویدیو سعی کردم که یک انکبوت پیدا کنم و این آزمایش روش انجام بدم هنوز موفق نشدم آخرین بار که یک انکبوتی رو فکر کردم که توی شیشه گرفتم بعد که اومدم با دوربین روش فوکوس کنم دیدم انکبوت نیست و یه جوری فرار کرده بود حالا هر وقت تونستم این کار بکنم ویدیوشو میسازم بریم سراغ ویدیوی بعدی ویدیوی بعدی مربوط به یک ماشینی میشه که ظاهرا توی مه قلیز و توی بارندگی و مه قلیز داره رانندگی میکنه به طوری که چیز خیلی زیادی از جلوی ماشین دیده نمیشه ولی با دوربین موبایل داره خیلی واضح و بدون مه گرفتگی اون جاده رو میبینه و در واقع از اون داره کمک میگیره برای اینکه ببینه جلوش چیه خب به نظر من این ویدیو کاملا فیکه به خاطر اینکه وقتی که شما با چشم نتونید چیزی رو ببینید دوربین موبایل هم نمیتونه چیزی رو نشون بده چون دوربین موبایل همون امواجی رو دریافت میکنه که چشم ما دریافت میکنه بنابراین وقتی که نور مرئی توسط اون ذرات مه جذب شده و به چشم بیننده نمیرسه خب به موبایل هم نمیرسه اگر یکی ممکنه به یکی از مثلا یه فیلتر خاصی استفاده کردم این فیلترهای پولاریزه هستن که صرفا بازتاب از سطوح رو میتونن حذف بکنن ولی نمیتونن یه کاری بکنن که مثلا یه سری امواج نامرئی که مثلا از این مه داره عبور میکنه دیده بشن تنها راه اینکه بتونیم از وسط یک مه یه چیز رو ببینیم استفاده از دوربین های حرارتیه که امواج مادون قرمزی که احیانا عبور کردن رو بتونه بکنه که خب دوربین های حرارتی تصویری که میدن به این شکلی که توی این موبایل داره نمایش میده نیستن و خیلی تصویر با کیفیت پایین با تعداد رنگ های خیلی کمی تشکیل میدن از طرفی اخیرا دیدم که دانشگاه ام روشی رو ابدا کرده که مثلا این دوربین های ماشین های خودران بتونن از توی مه قلیز موانع رو تشخیص بدن که اون هم با کیفیت خیلی پایین برای موانع خیلی بزرگ و جزئیات رو به هیچ وجه نمیتونه دریافت کنه بنابراین این ویدیو کاملا فیک به نظر من. ویدیو بعدی مربوط به یک آزمایش معروف فیزیکه که یک فرفره آهنربایی رو روی یک حلقه ای معلق نگه داشته تا اینجای ویدیو هیچ اشکال وجود نداره یه آزمایش معروفه که حالا منم به زودی ویدیوش رو خواهم ساخت و اونجا مفصل توضیح میدم که چجوری کار میکنه چیز سادهش اینه که صرفاً این دوتا آهن روبایی که الان رو هم معلق نگه داشته شدن قطب‌های مخالفش قطب‌های همنامشون رو به همه و همدیگر دفع میکنن و اون نیروی دافعه وزن اون فرفره رو تحمل کرده حالا پای داری فرفره به خاطر اون چرخششه و خاصیت جیروسکوپی که بعدا توضیح میدم ادعایی که زیر این ویدیو شده اینه که این در واقع وسیله توی آثار باستانی هند پیدا شده یعنی هندی های قدیم مثلا به یه همچین تکنولوژی برای تعلیق و معلق نگه داشتن دست داشتن که خب این به نظرم نمیتونه درست باشه چون این خواس مغناطیسی و سنگ های مغناطیسی که حالا البته از چند هزار سال پیش کش شده بودن اون موقع صرفاً برای جهتیابی اینا استفاده می شدن. و هیچ آثار تاریخی من ندیدم که نشون داده باشه که از این خاصیت مغناطیسی برای کارهای دیگه استفاده شده باشه و علاوه بر اون اصلا حالا غیر از تعلیق یه همچین چیز کوچیکی روی مثلا یک آهن که اونم خیلی با دقت بالایی بر انجام بشه تا این اتفاق بیفته نمیشه مثلا ازش برای تعلیق و معلق کردن ایستام تو عباد بزرگتر استفاده کرد یعنی همین الان هم اگه بخوان این کار رو انجام بدن خیلی سخته بنابراین این ادعا که این مربوط به یک آثار باستانی هندی میشه این درست نیست ولی یک آزمایش فیزیکی معروفه که کاملا قابل انجامه و توجیه فیزیکی داره بریم سراغ ویدیو بعدی ویدیو بعدی مربوط به ادعای ساخت پمپ آب با کمک آهن و سیمپیچه که من از این ویدیو ورژن های مختلفی دیدم حالا توی این ویدیو میاد از آهنروبای دائمی و سیمپیچ استفاده میکنه تو ویدیو دیگه دیدم که فقط از سیمپیچ استفاده میکنه و یه سری ویدیوهای دیگه هم از ترانس ماکروویو استفاده میکنه خب باید بگم که اینها کاملا همشون فیکن و به هیچ و شما از این طریق نمیتونید جریان به این زیادی از آب رو ایجاد بکنید این نیروی وارد کنید که آب پمپ بشه با این شدتی که توی این ویدیو نشون داده میشه حالا اگه ویدیو رو کامل ببینید که مراحل ساخت رو هم نشون میده اومده صرفا یه سری آهنربای دائمی دور اون لوله پیچیده و بعد دورش رو هم با یک سیم پیچ احاطه کرده و بعد اون رو به یک منبع تازه باتری دیسی وصل میکنه یعنی منبعش منبع جریان مستقیمه که صرفا یک آهنربای دائمی ایجاد میکنه توی اون سیم پیچ و هیچ کار دیگه ای نمیکنه یعنی الان شما فقط یه لوله داری که یه آهنربای ثابت دورش هست خب اینا هنوز قطعا نمیتونه به ذرات و مولکول آب نیرو وارد بکنه البته این رو بگم که همین اخیرا من یه ویدیوی تحت عنوان رانشگر پلاسما درست کردم که توش اومدم یک رانشگر مگنتو هیدرودینامیک درست کردم و با یک آهنربا و جریان دی سی تونستم ذرات آب رو هل بدم خب ببینید اونجا اولا که آب باید توش یون زیادی وجود داشته باشه بعدم با مصرف برق خیلی زیادی میشه یک جریان خیلی ناچیزی از آب ایجاد کرد که همونطور که حالا تو اون ویدیو هم دیدید در حینی که این جریان ایجاد میشد آب در حال تجزیه شدن هم بود و به هیچ وجه با این ستاپی که الان توی این ویدیو نشون داده شده نمیشه این جریان به این زیادی آب رو ایجاد کرد تمام این ویدیوها داخلشون یک موتور و پمپ کوچیکی داخل اون لوله کار گذاشتن و اون رو مخفی نگه میدارن از طریق اون آب رو پمپ میکنن و شما فکر میکنید که این سیم پیچه است که داره این کار رو انجام میده پس این ویدیو هم کاملا فیکه ویدیوی بعدی یه ویدیویی که توش اومده ادعا کرده که زنبورها با حرکت بالهاشون نمیتونن به تنهایی پرواز بکنن چون وزنشون خیلی زیاده از فرکانس طبیعی بدنشون استفاده میکنن برای پرواز و بعد حالا میاد این رو رفت میده به کلا فرکانس هایی که توی طبیعت وجود داره و از اینجور حرفا ببینید این که زنبور با کمک بالهاش نمیتونه پرواز کنه خب این غلطه یعنی تنها وسیله که زنبور میتونه از طریق اون به هوا نیرو وارد کنه و هوا هم به اون نیرو وارد کنه همین بالهاشه و با تکون دادن بالهاش باید یه نیروی به هوا وارد کنه تا بتونه پرواز کنه ولی اون بحث نوع سیگنال هایی که به بالها میفرسته تا بتونه اونها رو حرکت بده اون به این بحث فرکانس رب داره و به این صورته که نمیاد مثلا اون نورون های داخل بدن زنبور برای هر بار تکون خوردن بال یک سیگنال بفرسته و بال رو تکون بده هر جسم یک فرکانس طبیعی ارتعاش داره یعنی شما یک مثلا خطکش رو هم که تکون میدید با یه فرکانس خاصی میتونه ارتعاش بکنه به میز که ضربه میزنید با یه فرکانس خاصی میتونه تکون بخوره و دلیل اینکه هر چیزی یه صدای خاصی داره اصلا همین فرکانس طبیعی اون جسمه حالا وقتی که یه چیزی داره با فرکانس طبیعی خودش ارتعاش میکنه و ما با یک نظم خاصی که به اون فرکانس رب داره بهش ضربه بزنیم میتونیم یه کاری کنیم که این ارتعاشات ادامه پیدا کنه و از بین نره و در واقع انرژی از دست نده و همجور ارتعاشه حتی تشدید هم بشه کاری که بدن زنبور میکنه اینه که اون ارتعاشات بالش رو با فرکانس طبیعی بدنش یکی میکنه و بعد اون سیگنال هایی که از مغز زنبور به بالهاش میاد هر از چنگاهی یه حل کوچیک به در واقع این چیزی که داره ارتعاش میکنه میده که اون ارتعاش ادامه پیدا بکنه و به این صورت میتونه با این سرعت بالا بالهاش رو تکون بده که بتونه نیرو به هوا وارد کنه و روی هوا بمونه پس به فرکانس طبیعی بدن رب داره ولی این موضوع ربطی به فرکانس هایی که تو طبیعت وجود داره نداره و به نظر من به صورت مستقیم و فیزیکی حداقل روی اون اصل هم اثری نداره صرفا یک سیستم مکانیکیه برای اینکه بتونه بالها رو با اون سرعت تکون بده بنابراین میتونیم بگیم که این ویدیو تا یه حدی صحبتاش درسته ولی از یه جایی به بعد دیگه میزنه جاده خاکی بریم ویدیو بعدی خب ویدیو بعدی مربوط به عبور یک هواپیمای قولپیکر که فکر کنم آنتونوف AN-225 که از بین ابرها عبور میکنه و باعث میشه که بین ابرهای شکافی بیفته و خب کاملا درسته چند ویدیو مختلف از این پدیده وجود داره حرکت اون هواپیما باعث میشه که اون ذرات در واقع مایعی که معلق هستن که ابر رو تشکیل میدن چون میدونین ابر از ذرات مایه تشکیل شده گاز که دیده نمیشه اون ذرات مایه در پشت هواپیما کاملا تبخیر میشن و بنابراین بخار آب شفاف میشه و دیگه ما اون رو نمیبینیم و اون ناحیه به نظر میاد که دیگه ابری وجود نداره بنابراین این ویدیو کاملا واقعیه در نهایت به عنوان ویدیو آخری یه ویدیوی هست مربوط به یه شخصی که با یک باتری لیتیومی مربوط به دوچرخه برقی وارد آسانسور میشه و به محضی که در آسانسور بسته میشه باتری منفجر میشه و آتیش میگیره و اون شخص رو میسوزونه حالا ادامه ویدیو رو من دیگه نمیزنم ببینیم چون سحنای دلخرشی داره اینجا ادعا شده بود که این ورود باتری لیتیومی به داخل آسانسور و بسته شدن در آسانسور باعث شده که یک میدان مغناطیسی شکل بگیره و این میدان مغناطیسی که توی بدنه این آسانسور شکل گرفته باعث در واقع آتیش گرفتن اون باتری شده خب این دام نمیتونه درست باشه چون که این باتری اولا که از مدار جدا شده و هیچ جریانی الان توی این باتری برقرار نیست که این جریان بخواد یک میدان الکتریکی تو ایجاد کنه و میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی القا بکنه اگر هم یک تجمع بار خیلی ناچیزی دو سر باتری وجود داشته باشه و یک میدان الکتریکی اون میدان الکتریکی انقدر کوچیک و کمه که در فاصله چند سانتی از اون باتری دیگه اثر خودش از دست میده و نمیتونه روی بدنه اون آسانسور اثری بذاره اگر هم میخواست که مثلا چیزی رو القا بکنه باید جریان متناوب میبود که بتونه یک میدان مغناطیسی داخل اون بدنه آسانسور القا بکنه که خب اینم باتری دیسیه و جریان متناوب نداره در واقع میشه گفتش که اینجا صرفا یک اتفاق بوده یعنی همزمان با بسته شدن در آسانسور اون باتری به هر دلیلی حالا به دلیل گرما به دلیل ضربه و دلایل دیگه‌ای که ممکنه باعث خرابی باتری بشه باتری آتیش گرفته و کاملا این اتفاق شانسی بوده و ربطی به این نداره که مثلا این یه کار خطرناکه من نباید باتری لیتیومی رو داخل یک آسانسور ببریم خیلی خب این ها از آخرین ویدیوی راستی آزمایی امروز امیدوارم که از این سری ویدیو خوشتون اومده باشه و اگر نظری دارید حتما توی کامنت ها برای من بگید اگر از اینجور ویدیوها جایی دیدید که به صحت و سقمش شک داشتید میتونید اونها رو برای من بفرستید حالا یا لینکش رو توی همین کامنت ها برای من بفرستید یا از طریق تلگرام یا ایمیل تا من اونها رو توی ویدیوهای بعدی راستی آزمایی بررسی کنم خیلی ممنون از همراهیتون تا ویدیو بعدی خدا نگهدار